و سلطانی و شناختی بچه به من جای مخصوص دادن و میگم شما منو شناختید و میگم جای مخصوص به من دادن بچه ها. خب زو 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 شکل چلو کبابیه بچه ها. فقط فکر نکنید ایرانه ها اینجا هم تهران نگاه کنید. من پیاز خیلی دوست دارم، بهشم گفتم گوجه چون زیاد دوست دارم نرمال باید گوجه یکی باشه، ولی من گوجه زیاد دوست دارم. خب به سلامتی شما. چه جالب گفتم به سلامتی شما، خیلی جالب بود. همیشه میگفتم به سلامتی خودم، خیلی جالب بود. میگم همیشه میگفتم به سلامتی خودم، حالا به شما گفتم به سلامتی شما بدون چیز. خب ما کره رو بیاریم ببینیم که کره رو باز کنیم. وقت خیلی خوبی شلوغ هم نیست. لذت ببر عزیزم. مرسی 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 مرسی. همین که شما ها به من فکر میکنید که من لذت ببرم خیلی خوبه. همین چند اینجا کاغذش هم بخورم آروم بر. خب شروع کنیم دیگه. اول ببین بدون سماق زندگی مفهوم ندارم. عاشق سماق اینقدر سماق برسه که خود کشی کن. حسابی هم گشنمه ها، شام نیست که، صبحانه، نهار شام. چه عجب برنج میخورم، واقعا همینو بگه چند برنج من یک کیلو برنج رو میرونی چقدر تو میخورم. پیاز زیاد میخورم. پوست گوجه رو خیلی بس خودم. چقدر زیاده
موزیکش هم چه خوب شد الان. الان موزیکش خیلی قشنگتر شد. اولش پیانو بود، دیریم دامدام بود. حالا خودکشی با سماق نکن. رستوران تهران بذار بگم از الان یه دونه میشه یه پیازه دیگه و یه پیازه موزیک قشنگه. آره الان موزیکش قشنگتر شد. اوه چقدر خوبه. مرسی. آه خوبه. فکر کردم نصفه آوردی. دیدم نه خوبه. بچه ها میدونی من چند سال اینجا نایمدم؟ شاید 20 سال میشه. بهتون اتمسفرش هم نشون میدم. بایستم اوه انگوشتم رو گرفتم جایش. اتفاقا رسیدم، هنوز نرسیده. مهسا گفت رسیدی یا نه؟ همون موقع من استوری کردم. خوبه سب کنیم. گردم بندم خوش کردم. مرسی. میدونی چرا خلوته؟ چون ساعتیه که خیلی مشتری نیست. ساعت 4. من عمدن این ساعت رو انتخاب کردم وگرنه اینجا پر میشد. سمو گفتم دیگه. کجا؟ رستوران تهران. مهسا از استرالیا. دعوت مهسایی. چلو کباب سلطانیه. سلطانی چطور شده برنج میکنم؟ خوشمزه است. آره خوشمزه. همه چی خوبه. فعلا فعلا خوبه همه چی. داخت چهری شده؟
سه چهار روز طول کشید تا قبول کنم که بیام رستوران. اینجور بشه او یاد موزیکش هم خوبه، آروم، خلوت، جیگر تو خیلی دوست دارم. دهنم زیاد باز نمیشه از بس از اینجور چیزا نخوردین. نه هرمون زیاد باز نمیشه. کوچولو برداریم؟ راست میگه کوچولو برداریه، چنگالش خیلی بزرگه. نازنین مریم، نازنین مریم، نازم تو زیرم بکن. خواستم بگم یس خیلی گوجه دوست دارم. یه گوجه برای من کافی نیست، باید اصلا کباب تو گوجه خیس بشه، چیز بشه، گم بشه. خب دلتون خواست، خوبه، خیلی خوبه. من عاشق شما هم. نازنین مریم، نازنین مریم، داشت آهنگ نازنین مریم میزنی. نازنین مریم، او نازنین مریم، بعدن یه سری عکس هم براتون میفرستم. راستی اصلا از هیچی عکس نگرفتم، فقط از خودم اول که اومدم. مامان چی گفته؟ بچه ها گفتم دیگه، مهسا از سیدنی ما رو دعوت کرده، خودش رستورانش انتخاب کرده، خودش همه چیش رو انتخاب کرده دیگه. البته خیلی خوبه بچه ها، امروز دیت داشتم، میدونید با کی؟ با خودم دیگه و شما. اول مطمئن نبودم که لایف میذارم یا نه، قانون قدرت جذبش ما خیلی زیاده. تا دم اینجا رسیده بودم گفتم لایف نمیذارم.
نشستم گفتم لایف نمیذارم. بعد یه دفعه نمیدونم دیگه شما از کجا انرژی رو فرستم. یکی گفت میگفتی نجیبم بیاد. اتفاقا خوشحالی برد بذاشتیم. راست میگی خفه نشم خوبه. فعلاً الان یادم مونده ولی فکر کنم بازم من هم پیاز بخوام. یه بار پیاز خواستم، دو تا هم گوجه خواستم، ولی بازم فکر کنم بازم بخوام. یه لحظه هم یه سوال آیا نمیبینیم نمیشنم. هلو یه دونه فارسی بلدی؟ آره فارسی بلد. یه گوجه بلا؟ یه دونه پیاز. گوجه کبابی و یه دونه پیاز؟ یه گوجه یک پیاز. تعجب میکنم میگن یه خانم اینجور چهار تا گوجه خورده تا نه سه تا. یه بار دیگه هم رفته بودم یه جا انقدر گوجه خواستم. یکی دیگه یه آقایی بود اونم خیلی گوجه بود ولی خجالت میکشید بگه. گفتم من گوجه بگیرم به تو نمیدم. چهار تا گوجه گرفتم. اومد نگاه کنه گفتم او 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 به تو نمیدم. میخواستی بگی. میخواستی بگی. گوجه چون بیا اینجا. بچه ها نهار شام صبحانه با همه. در واقع صبحانه دو شایبه کوچیک با یه دونه
اونم ساعت 7. خوشحالم غذای خوب میخوری. آخه شما هم معلومه منو دوست دارید. اویا باکی کی باکی کدومو بخورم؟ اینو بخورم. فکر کنم بچه من هامبورگ آلمان، اونایی که تازه اومدن منو فالو کردن. یه بار رفته بودم بلوک هاوس که لایف گذاشتم، اینقدر صاحبش اومد گفت ما باید به دستان چیز بدیم. گفتم بهش، گفتم 1000 خورده ای میان تو لایف، گفت او یه تبلیغ دیگه برای رستوران. بچه ها هم خیلی زیاده ها، زیاده. زیبا با کی رفتی؟ محصا که منو نوشیدنی من یاد ایران بذار بخوریم. بچه یه ذره صبر کنم. دیکم باشینم بذار بشینم یه آنتراکتی بدیم. خیلی خوب نوناشم، نونای لواشه ها. اینجا یه سری یه مغازه باز شد، نون لواش درست کرد، نون لواش زعفرونی هم درست میکرد. یکی از دوستای من اونجا کار میکرد، موقع خیلی این ارتباط های چه نونو داشتم، اینقدر برای من از این نونا میامد میبخشیدم دیگه، چون همش نون سفید بود دیگه. شاید هم ببرم با خودم، نمیدونم، باید ببینم که میلم تا کجا میشه دیگه. این بشقابا ببینید چه بزرگ تو خونه اینا دیسه. آها نجیب و من دوست دارم که یه روز نجیب و خودم مهمان کنم، به خاطر اینکه واقعا خیلی کارا برای من انجام میده. بعد گفتم که این دفعه با نجیب بیام، بعدش مهسا گفت نه، گفتش که میخوام که خودت تنها بیام. من پیشتاییمو با لایوهای زیبا درمون کردم، اون پیاز و نون و خشک و همه چی بذار تو. بابا من ظرف آوردم، بیا ظرف آوردم.
بچه به نظرم من بذارم اصلا تا الانش که خوردم خوب بود، بقیهشو بذارم تو ظرف و بشینم یه چایی و شیرینی سفارش بدم. موافقید؟ ظرفشو گذاشت بیاره دیگه، من ظرفمو معلومه که با خودم همیشه میبرم. آره اینا رو با خودم میبرم، ولی خیلی تا اینجا که خیلی خوب. پنیرم داره اینجا، پنیر بچه نگاه کنم از پنیر بزنم، پیاز بذاریم اینجوری آخرشو کنم. آره سفارش میدم ببینم شیرینی ها چی دارم. رستوران هم دیگه چقدر این خوشمزه شد، چقدر این خوشمزه شد. اینو نمیبرم، میخورم پنیر. وای 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 چقدر خوشمزه شد با این پنیر. با این منو رو یه بار میاریم من شیرینیشو ببینم. دسر چی داری؟ دسر چی داری؟ بسنی فالوده؟ فالوده؟ بسنی فالوده خدمت شما با قلبا و چای. خب میخوام با چایی بخور. حالا بذاریم باشه بسنی یا فالوده. حالا مرسی. بچه ها فالوده تا حالا نخوردم، یعنی تا حالا که تو آلمان نخوردم دیگه. فالوده بخورم، چای نمیتونم بخورم. باقلوا با چای. باش باید اون موقع دوغم ها فالوده بخور. باید چقدر بخورم باقلوا با چای. رستوران ایرانیه دیگه، اسمش هم رستوران تهرانه. بچه اینو دیگه سب کنم. بذارم توی این بقیه غذا رو میبرم اینجور بسید. من نمیخوام به اینا بگم ظرف یه بار مصرف چیز بیارم، برای خودم خودم ظرف میارم.
وای چقدر خوبه. هنوز اشتها دارم ها. ولی میخوام باقلوا اینا هم بخورم. فهمیدم چی کار کنم. سیرمخ کنیم با این چیز، با این یه دونه برنجم نموند. یه برنجم اینا قشنگ بیاد اینجا، اینا بیاد اینجا، این حالا دوغم بخورم. بعدش گفتی باقلوا و چایی بیتونی جلو بچه هم تمیز کنیم دیگه. سما ریخته شده، بیتونید اینو ببریم بعدا ما چای و باقلوا میخوریم، ولی دوغ هم تموم بشه بعدا. ببین چقدر مشتری خوبی هست، قشنگ تموم ستم. اینم خودم الان که ظرف یه بار مصرف شما استفاده نکنید به من ندید، خودم آوردم. نه اینقدر گذاشتم. خیلی آره که ظرف ندم، شما مجبور نشید ظرف بدید. خب حالا دوغم رو میخورم، فکر کرد همه رو خوردم. البته میتونم بخورم، شکمی که من دارم، معده‌ای که من دارم معروفه. دیدم خلال دندون اگه بود خوب بود، نمیخواد دیگه. نه جلوی شما الان بعدا چیز بشه. خب لایو اینجا برای شما کلی تبلیغ شد دیگه. بیا شما اینجا نگاه کن، گله برای شما کلی تبلیغ شد. 1280 ایرانی هم، ایرانی هم. هامبورگ نه ولی پرسیدن خیلی ها. همه که نه، 1253 رفت هامبورگی نه، بیشتر ایران هم. میخواییم بیان ببین. مرسی. خب فالوده؟ نه فالوده با این نمیخوره که چی، باقلوا و چای میخوره. بچه ها دیگه اینجوری دیگه با سر چی دیگه من رو دیگه در هم قبول کنید دیگه. یه ذره بیام چه میگه من هامبورگم. خب خواستی بیا اینجا میشناسی دیگه، حالا بعدا تو پیج میذارم عکسایی که دارم، ولی خب کردم دیگه. نزدیک هامبورگی؟ خب خیلی هم میان رستوران تهران از چیز چون معروفه. چقدر زیباتر شده. مرسی از انرژی شماست. چی خوردی؟ چلو کباب سلطانی، چهار تا گوجه، دو تا پیاز. دو بار بهشون گفتم پیاز بیارید. بعدش حالا نوبت باقلوا و چاییه، ولی بعد از دوغم. این دوغارم اول از دوغ لذت ببرم. آه شماره تلگرامم رو راست میگید ببینید. باز دوباره یادم رفت شماره تلگرامم رو بذارم. مهسا اگر داری نگاه میکنی که فکر میکنم داری نگاه میکنی، واقعا مرسی ازت، ممنونم ازت که خیلی مستقیم و مشخص همه چی رو تعیین کردی. بچه خیلی قاطعانه گفتش، گفت تنها میری
قرار برای خودت کیف باید بکنی، بعدش دیگه هرچی دوست داری سفارش بدی. گوجه گفتی نه آورد، آورد دیگه، آورد گذاشتم که این دیگه، نه هرچی گفتم آوردش. سری بعد رام نمیدم. چند کیلو هستم؟ 80 حدود. خیلی چیزا از من یاد گرفته نیست. پول غذا، حالا که الان هنوز پول غذا سلطانیا رو بهتون بگم. نه. آجا چلو کبابی که بزن براتون نشون بده. میتونی یه چایی و باقلوا بیارید. با. چایی تو دوغم چی؟ چی دوغم؟ راست میگه. بایستی. ببین صاحب رستوران خوب بهشون این خب پس یکم صبر کنید راست میگه، بزن دوغم تموم بشه، هنوز ما نیم ساعت از لایومون مونده. بزنید بچه‌ها بهتون بگم قیمت باشم خیلی خوبه. چلو کباب سلطانی رو من سفارش دادم، این میبینید قیمتش 20 حالا بگید 24 23 و 9. خب بعدش چی سفارش دادم؟ یه دونه دوغ سفارش دادم. دوغ چنده؟ بزرگه دیگه، 3.90. حالا اینم بگیم 4. سیخ گوجه 2.90. در واقع من یه سیخ تقریبا هی گفتم گوجه بیار، هی گوجه یه دونه چیز آره اینو از اینه. شما میخواییم باشینی یه لحظه؟ بیای شما خوشگل شما رو ببینن دیگه، اگر دوست دارید بیای شما. اجازه هست؟ اوکی مشکل نیست. خب بچه خواهی خوشگل رو ببینید. اسم شما؟ مریم هستم. مریم بذاری اینجوری نشون بدم. مریم رستورانتون خیلی خوب نیستی برمون داشته، خیلی خوش اومده. آره متشکر. خب دارین دیدید به پول ایران بگم، ولی خیلی از بچه ها اینجا رو شناختن. 1,000,000 رو الان بچه ها حساب میکنن دیگه. وای وای میگه چایی و باقلاوا رو نخوره آنفالوت میکنم. نه 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 منو نترسون نگانم. ببین خیلی باحالی اون کسی که این حرف رو زفت داره، باحال بود. میگه اگه چایی و باقلوات رو نخوری آنفالوت میکنم. صحب کنیم بچه رو دوغ هم اول دوغت همین دوغه چهار چیزه چهار یورو فقط همین تو نه چقدر شد؟ آها باقلوات هم بهتون نشون بدم چقدر به قیمتش. باقلوات 1.4 نه 1.5 دونشه ها. چای هم که هستش و دیگه چی سفارش دادم؟ باقلوا با چایی ها دیگه. دوغ هم که میگی دننده دوغ هم بذاری بخورم. ببینیم نه از دیگه. البته به زور نمیخوام که بخورم که دوست دارم بخورم. خب اینم منوش ببین علامت میدون شهیاد یا میدون آزادی هم هست. خب اینم هست. این بلاخره به ما اینجوری دوگو بریزم تو بلاستی صحب کنی عجله نیستش که هستیم دیگه. یک و 400 شد همین غذای من، یعنی فقط همون چلو کبابه 1,400 یا چیز و با همه شد. تا حالا چکاب رفتی؟ خب به همین چند وقت پیش منو فرستادید دیگه. انقدر که این بچه ها دنیا منو فرستاد به چکاب دیگه، مگه ندیدید فرستادم گذاشتم تو کانالم توی چیزم گذاشتم؟ انقدر منو میفرستید دنیا اومد. اتفاقا چقدر خوبه که دنیا رو باش دوباره تماس بگیرم، سر اون گربه و حیوانات و اینا یه ذره با من چیز شده
پر شد. دیگه چه اومده اینجا اصلا؟ به در سلم یا کمان یا سلام. پدر سگتون رفت تو لایف. دارم تو لایفم پدر سگتون رفت تو لایف. جانم کلامی پدر سگتون رفت تو لایف. همه شنیدن. باشه یه زده ما رفتیم در رستوران نبیدم سرکی رو بیدیم. خب یه ما سر دوازه خواست کنم. میشه کسی نمیشه. بچه ها اصلا بذارید یه کار کنیم. اصلا باقلوا رو با چای رو ولش کنم. باقلوا رو با چای رو ولش کنم. شماره دادم دیگه. شماره دادم اینا شماره پین شده دیگه. میگه DHL از این کسایی که پست خواسته بکنه. بچه ها باقلوا با چای هزم چایی و باقلوا رو نمیگیرم نه دیگه حسم رفاره این رشنون رو بیاره نگه میشه مرسی منصرف اون کردم خوب کاری کردید اتفاقا چون باش نمیخور و واقعا دوغ و دوست داشتم قشنگ مزمزه کنم ازتون ممنونم یه بار میام به خاطر باقلوا و نقد بچه ها ایران چیزه ها ایران با کارت همه میدن اینجا من میخوام حالا چه به شما دیگه با چیز یه ذره الان میدونم که اوی 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 الان بهتون که کدوم نه این نه این خوبه این اخلاق شد اون مرده از بیرون اومد مثل که دوست این هاست دهنم پاک کنم باید دوغ میره باید یه روز دیگه میایم اینجا باقلوا بر با چایی هم میخوریم گردن بنده قشنگه پولشو کی میده؟ پولشو مهسا زیر گوشه لم بچه داره پروب میشه ها بریم خونه بریم خونهمون چای درست کن بخور آره من یه شیرینی میگیرم یه شیرینی ایرانی میرم میگیرم که چون با دوغ و پشت سر هم چیز میشه ولی اینجا چون مرکز شهره این جلوتر شیرینی ایرانی داره میرم شیرینی ایرانی رو میگیرم بعد یه موقع هم با شما باقلوا نه، باقلوا چیز، شیرینی ایرانی میگیرم نه، از این آقای نه، ناراحت نشدم نه چرا؟ اتفاقا منو اون نجات داد دیگه خواستم اول گفتم یه چایی و باقلوا، بعد گفت دوغ تا هنوز نخوردی دیدم راست میگه فولیده بخور، پس ندیگه بچه برکنید دیگه زیاده دیگه بذارید گمیسن کنم لذت ببرم از اینه که خوردم نه بابا دوغ فشارم بیاره پایین بذار بیاره پایین زیبا دوست بسر داریم تا دلت بخواد هنوز ندادم که رشنونگو بذاریم بیاره صورت حسابو آفرین ببین اینا همه میشناسن میدونه همش اون بر چیزه پیشونه من کار کنم ای بابا چون ما دیگه چیز کرد حالا تعمل کنید دیگه همه هر چیزی که هست
البته آره ربطی به اون نداره، هیچ وقتم معلومه که اعتراض نمی کنم، ولی من خودم بهش گفتم که خب چون اول گفته بودم، یعنی واقعا هم خوب کاری کرد. الان اون من هم میده بذارم ببینم که چقدر سوالیست. میدونی که تو ژاپن اگر انعام بدی یعنی توهینه؟ میدونی؟ حالا بزنیم بیاید ببینیم چقدر. بگی تابل نداره نمیدم. جدی؟ آره. نه پس اگه این طوری جدی آره. میگی جدی شما میگم. جدی؟ من جدی هست. آره سی چند... هفته اگه این طوره آره آفر بیا اینجا بریم میخواییم جدا بچه ها ببینید داشت خطر از بیخ گوشش رد شد. خیلی ها تالا تو ایران میدونم ما خب دیگه به عجت چیزه این تو آداب رسوم ما هستش. بذار اینا باشه. مرسی. بذارید الان ببینم که حداقل یه اینجوری نباشه. هر چی پول خود دارم یه قابلی نداره بدید. گفتید. بدید. خوبه؟ آره؟ آره خوبه. این زیاده نه. اینم زیاده. اه. آره. 30-70. باشه. پس اینا نخواستید. آره. مرسی نخواستی که اون قابلی نداره. دیگه انعام بیانه. بیا خطرناکه دیگه اتفاق نمیگم داش از این رد میشد. تو آمریکا 20% انعامه ولی توی چیز توی ژاپن هم انعام اهان. اتفاق من خوش آمد که برگردون نوریزا رو برگردون. اچه اینم بهتون بگم اینو ببینید اینو نونا داده ها از اون نمیدونم چی. امروز با خودم گفتم بیام مثلا از این گفتی این از اون که چیزایی گرون قیمت. خب بچه اونو بزنیم یواش یواش بریم شیرینی هم بگیریم. آهنگش قشنگ شد میشناخته منو میدونستش که اگه دیگه قابلی نداره گفت اوی 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 میدونم چون یه بار یه رستوران دیگه بود گفت قابلی نداره فهمید که جد بعد بعدی که رفته بودم تلافی شده رو بود. خب بچه مرسی که با ما هم شیر کردیم این تاریخات علاقی را رو دیگه میزنم کنم. خب بچه هم خوب بود غذام که دارم میبنم اینم که اینجوری اینا رو بذاریم اینم بذاریم و اون آقایی که چه همه فکر کردید که بد اخلاق اینجاست اون نه میگه که بد اخلاق اینم بد اخلاق نیست خوش سرش بگیرم بذاریم اینجا چون با من ببندم یه سر ارتباط ارتبازی کردم برای چیزی بچه خوش گذشت میرم شیرینی رو که گرفتم براتون چیز میذارم من خوشحالم که اون انعام نگرفت البته کم کی کم هم بود نگرفت خوب کاری کرد بای بای